مدیر کل بیمه های اجتماعی رژیم روز 12 اردیبهشت 1402 پرده از ابعاد دیگری از فروپاشی اقتصادی و نابودی زیرساخت های اقتصادی توسط حکومت خامنه ای پرده برداشت. موضوع چه بود و چه واکنش هایی رو به همراه داشت؟ سابقه بحران در صندوق بازنشستگان چیست؟ بازنشستگان تا کنون چه اقدامی کردند؟ برای پاسخگویی به این سوالات همراه هستیم با آقای عباس بزرگانفرد. با سلام آقای بزرگانفرد و ممنون از حضورتون در این برنامه. من هم سلام دارم خدمت شما و بینندگان تلویزیون ایران آزادی. آقای بزرگانفرد، ابتدا تصاویر کوتاهی رو در همین رابطه با هم ببینیم، بعد همراه شما هستیم در ادامه برنامه. اونجایی که 300 هزار تا شهید دادیم که یه وجب از دست ندیم، با اونجا برسیم که مجبور بشیم کیش بفروشیم، قشم بفروشیم، میدونم خوزستان بفروشیم. ما حتی اگه الان 2-3 میلیون بشک نفتمونم آزاد بشه و بفروشیم و پولش هم جرینگی به حسابمون بیاد، احتمالا تو سال آینده بازم در واقع این هزینه ها رو پاس کردنش برامون سختش. بله آقای بزرگانفر، این حرفایی بود که مدیر کل بیمه های اجتماعی دولت رئیسی گفته، اما واقعیت چیه و واکنش ها چی بوده؟ البته فکر میکنم همه چیز تو این کلیپ گفته شد که البته بخشی از واقعیته که از زبون این فرد بیرون اومده و علت هم جو انفجاری یک جامعه جوشانه. اما این اعتراف موج جدیدی از واکنش و نفرت رو نسبت به خامنه ای به وجود آورد و به همین خاطره که رئیسی برای منحرف کردن اذهان عمومی مهره خودش رو قربانی کرد و پادام مدیر کل بیمه های اجتماعی رو برکنار کرد. نکته جالب این که این مدیر کل هم تو جریان جنگ درونی نظام آخرین زهر خودش رو هم ریخت و به زبون کنایه حرفای قبلیش رو تایید کرد و گفت ما که رفتیم اما شما صداقت را، صراحت را، شفافیت را و اصلاحات را دوست نداشتین. البته این اعتراف تکوندنده پادام در چارچوب جدال‌های درونی چپاولگران حاکم بر سر سهم بیشتر تو قارته که میشه تفسیر کرد. اما از همین شکاف‌های ایجاد شده هم میشه به عمق بحران اقتصادی و هم شدت دسترازی به صندوق بازنشستگان محروم پی برد. اونقدر که سایت حکومتی اعتماد آنلاین 14 اردیبهشت خطاب به دولت رئیسی هشدار داد پادام رفت اما بمب ساعتی ماند، چرا که پادام مشکلی که چندین سال است توسط کارشناسان و اقتصاددانان فریاد زده می شود را یک بار دیگر تکرار کرد تا آینده شومی که در انتظار صندوق‌های بازنشستگی است را نشان دهد. اما دولت کم تحمل‌تر از آن بود که حتی اظهار نظر مدیر منصوب خود را هم بپذیرد. بله، با توجه به توضیحاتی که دادید، چرا این جریانات منحطی که از آنها صحبت کردیم، با توجه به بورانی که بر صندوق بازنشستگان وجود داشته و دارد، بازنشستگان چه اقداماتی انجام دادند؟ البته کسی نیست که روزانه شاهد تظاهرات و تجمعات سراسری و پیوسته بازنشستگان نباشه. طی سالهای 1400 و 401 این بازنشستگان مستمر تو کف خیابون بودن، چنان که الان هم هستن. بازنشستگان با شعارهای سفره ما خالیه و مرگ بر رئیسی رو مجبور کردن که برای فرونشوندن خشم اجتماعی تو آذر 1401 کاسه کوزه رو بر سر مدیر عامل صندوق بازنشستگی بشکنه و اون رو برکنار کنه و در رسانه‌های حکومتی هم تیت زدن که اسکندری بدترین مدیریت رو در بزرگترین نهاد بازنشستگی کشور داشت که باعث نارضایتی بسیاری از بازنشستگان شد. اما 5 ماه بعد وزیر تعاون رئیسی اذعان کرد که شدت غارت بیش از اونه که بشه با قربانی کردن یک مهره دست چندم
بر اون سرپوش گذاشت. سلطان مرتضوی در 2 اردیبهشت 1402 گفت صندوق بازنشستگی کشوری با 75% ناترازی مواجه است و در افق 1404 ناترازی ما به 804 هزار میلیارد تومان در صندوق‌های وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید. اینجا باید گفت که ورای همه این اعتراف‌ها و کشاکش‌ها که زاییده جدال میان باندهای مافیایی بر سر غارت منابع از جمله صندوق بازنشستگان محرومه، اعتراف‌های مانند حرف‌های سجاد پادام از عمق بحران درون رژیم خبر میده. از یک سو خامنه‌ای نمیخواد و نمیتونه جلوی اژدهای هفت سر فساد و غارت رو بگیره که البته خودش سر اصلی اونه، چرا که ساختار رژیمش از جمله سپاه، دینامیز و انگیزش برای دفاع از اون و نظامش رو از غارت میگیرن. از طرف دیگه هم قلیان این بحران خودش میتونه عامل جرقه بشکه باروت خشم اجتماعی و فوران قیام بعدی باشه. بله آیه بزرگانفر، هدف از ایجاد صندوق بازنشستگان میخواستم بپرسم چی بوده؟ آیا این غارت و چپاول و بحرانی که در صندوق بازنشستگان هست پیشینه‌ای هم داره؟ بله، البته روی نکته خوبی انگشت گذاشتید. بحران صندوق بازنشستگان پیشینه طولانی داره. این صندوق برای اولین بار در سال 1287 و پس از انقلاب مشروطه تو نخستین مجلس شورای ملی به تصویب رسید. وظیفش تأمین حقوق ماهانه بازنشستگان بود. با این سازوکاری که هر حقوق بگیر هر ماه درصد یک حقوق خودش رو به این صندوق میپردازه تا پس از بازنشستگی به صورت دریافت ماهیانه ادامه زندگیش رو تأمین کنه. تو قانون هیچ فرد و نهادی حق برداشت از این صندوق رو بجز برای پرداخت مستمری بازنشستگان نداره، ولی با توجه به سرمایه هنگفتی که از دسترنج میلیون ها حقوق بگیر تو این صندوق جمع میشه، شاه و شیخ همواره با دسترازی اونو برای تأمین سیاست های ضد ملی و کسری بودجه خودشون غارت کردن. برای همین هم همواره بازنشستگان ما با بحران تأمین معیشت روبرو بودن. حتما هموطنامون در جریان هستن که تو سالهای اخیر چپاول و تاراج ذخیره فرنگیان بازنشسته یه اوج تازه گرفت. غارتگران حاکم حداقل حقوق 1402 بازنشستگان رو تو شرایطی که خط فقر بین 18 تا 32 میلیون تومانه تنها 6 میلیون و 300 هزار تومان مشخص کردن. بله با تشکر از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید. منم تشکر میکنم از اینکه این فرصت به من دادید. بشنگم.